چندین دانشکده تربیت بدنی در آمریکا به تازگی کارزاری را انداختند که میخوان بنیان پزشکی آمریکا رو متحول کنند و مربیان ورزشی رو وارد تیم‌های درمانی کنند. اون از پزشکان میخوان که در کنار نسخه های داروییشون نسخه های ورزشی هم تجویز کنن تا مریضا رو بردارن برن به یک باشگاه ورزشی و اونو بدن به مربی ورزش اسم این کارزار هست ورزش یک دارو هست همکارم امیر پیام در آمریکا رفته چند و چون این قضیه رو در بیاره منم اینجا توی انگلیس میخوام اون امتحان کنم یک دو سه چهار معمولا ساعت چهار پنج صبح کارم شروع میشه. روزی دوازده تا چهارده ساعت کار میکنم و هفته ای یک روز هم شانزده ساعت کار میکنم. کار ما به لحاظ بدنی خیلی سنگینه. کلی بار جابجا میکنیم. دلار راست میشیم و مرتب از کامیون میریم پایین و بالا. برای اینکه از پس این کار بر بیام، باید تمرین بدنی داشته باشم. مشکل اصلی من هر روز بعد از کار اینه که خودم رو جمع جور کنم و برم باشگاه اونم مداوم و بدون وقفه چون بیشتر روزها خسته ای، عرق کردی، 14-15 ساعت کار کردی و اصلاً حس رفتن به باشگاه رو نداری این اواخر متوجه شدم وقتی میخوام بند کفشم رو ببندم نفسم میگیره به خودم گفتم ای داد این اصلا خوب نیست <applause> یعنی چی که سر یه بند کفش بستن نفست میگیره ما راننده های کامیون باید هر سال تست سلامتی بدیم امسال که تست دادم دکتر گفت گردنت فقط یه واحد فاصله داره با اندازه ای که معمولا نشونه یه وقفه تنفسی در خوابه دکتر گفت اگه کار به اونجا بکشه اون وقت باید با دستگاه اکسیژن و ماسک تنفسی شبا بخوابم. دیدم قضیه خیلی جدیه. همونطور که دیدین، اون چیزی که باعث شد که مایکل بعد از این همه خستگی روزانه و ساعت طولانی کار باز هم به باشگاه بیاد و ورزش کنه، یکی نگرانی اون از چاقی مفرت بود و دومی اختاری که پزشکش در رابطه با به خطر افتادن موقعیت شغلیش داده بود. در ادامه این گزارش خواهیم دید که چطور گروهی از پزشکان آمریکایی و متخصصان تربیت بدنی دارن تلاش میکنن یک پل جادویی بزنن بین باشگاه های ورزشی و دکترها و اون چیزی که اونها دنبالش هستن شعارش هست ورزش یک داروست دارویی که به نظر اونها حالا نه فقط برای مقابله با چاقی بلکه برای همه بیماری ها میتونه کاربرد داشته باشه حتی ناملایمات روحی و روانی من از بچگی مضطرب بودم یادم سرویس مدرسه که میومد استرابم شروع میشد همینطوری این استراب بیشتر و بیشتر میشد و من هر روز خودم رو در برابرش ضعیفتر میدیدم تا عاقبت خودش رو به شکل وسواس بروز داد سر کارم به دکتر و روان پزشک گفتاد اولش خوب بود دارو کمک میکرد توی بعضی چیزا اما رفته رفته تمام انرژیم رو میگرفت و من در تمام طول روز احساس خستگی و بیهالی میکردم حالا که از ورزش به عنوان یک دارو حرف زده میشه ما مربی ها هم باید سعی کنیم علاوه بر دونستن فیزیولوژی ورزش در مورد بیولوژی افسردگی و استراب هم بیشتر بدونیم تا بتونیم به مشتری ها کمک کنیم. اونچه که مایکل و ترا شخصا تجربه کردند و لورا هم به عنوان مربی ورزشی در سالهای اخیر شاهدش بوده کم کم کاخ سفید رو هم به چار اندیشی واداشته. سلامتی رو نباید فقط تو مطب دکتر جستجو کرد. سلامتی رو باید تو خونه، تو مدرسه، محل کار، خیابون، محل نیایش و همه جا مد نظر داشت. این طرح جدید که اسمش هست ورزش یک داروست کمک میکنه پزشکا، متخصصان تغذیه و پرستاران با مربیان ورزشی مثل یک تیم مرتبط باشند. البته مثل همیشه پول هم در این وسط نقش داشت. سال گذشته هزینه دوادرمون فقط بیماری های قلبی در آمریکا چیزی حدود 390 میلیارد دلار بوده. یعنی بودجهی برابر تولید ناخالص ملی ایران در سال 2015. همین یه استوانه و قوطی ها رو در نظر بگیر. خودش نشونه هزاران دلار پول داروه. ما نمیتونیم کارو به فرق بندازیم. آمار دیابت، آلزایمر و بیماری های قلبی همینطور داره بیشتر میشه. نباید منتظر فردا نشست. بله، شاید فردا خیلی دیر باشه. اما برای وارد کردن دانسته های جدید به نظام بهداشتی یک جامعه هم به اعتقاد کارشناسان زمان و برنامه لازمه. ما باید بهداشت و جامعه رو به هم وصل کنیم چون پزشکا زمان کمی برای درمان همه بیماران دارن در نتیجه به کمک جامعه احتیاج است. ما باید نسل جدیدی از دکترها رو تربیت کنیم که به ورزش به اندازه رژیم غذایی اهمیت بدن و بعد از اون باید ساختار نظام بهداشت و درمان رو متناسب با اون تغییر بدیم برای اینکه بشه این ایده رو اجرا کرد ما باید اول موضوع ورزش و استفاده بهینه از اون رو به عنوان دارو وارد دروس پزشکی کنیم یعنی دقیقا همونطور که شما میرید دکتر و نسخه میگیرید و بعد نسخه رو میبرید به دارخونه در مورد نسخه تمرین ورزشی هم باید همین اتفاق بیفته اونچه چه ظرف پنج تا ده سال آینده اتفاق خواهد افتاد اینی که ما شاهد یک بارچه شدن و ادغام باشگاه های ورزشی و مراکز پزشکی خواهیم بود یعنی مثلا بیمارستان ها کم کم مربیان ورزشی رو جذب خواهند کرد تا در کنار پرستاران کارشناسان تغذیه و مددکاران به تیم پزشکی و سلامتی بپیوندند به, به عبارت دیگه ما در آینده شاهد پدید اومدن مؤسسات بهداشتی و پزشکی خواهیم بود که ورزش رو هم در دل خودشون گنجوند والری که همچون ترا برای روایت داستان شخصیش به این مراسم اومده لبخند میزنه. اما شاید ته ذهنش داره حسرت میخوره که چرا دو سال پیش چنین برنامه هایی گسترش پیدا نکرده بود. دو سال پیش من دچار بیماری بیخوابی شدم. <applause> یعنی شبا اصلا نمیتونستم بخوابم. پیش دکتر رفتم و اون قرص خواب بهم به داد. هی قرص خوردم و دوزش رو بردم بالا. اما بی اثر شده بود. با خودم گفتم شاید بد نباشه به جای دارو یک کمی فعالیت بدنیم رو بیشتر کنم و سعی کنم روش های دیگر رو هم امتحان کنم. جواب داد. الان میرم تو رخت خواب و ده بیست دقیقه کتاب میخونم و بعدش خوابالود میشم و چراغ رو خاموش میکنم. اما قبلا اینطوری بود که میرفتم تو تخت خواب، هی hey, سب میکردم، خوابم نمیبرد، بازم سب میکردم تا آخرش صبح میشد. ممکنه به نظر مهم نیاد اما وقتی مدت طولانی نخوابیدید و بدنتون نمیتونه به طور طبیعی استراحت کنه اون وقته که میفهمید چیز خیلی مهمی رو به دست آوردید از اون روز که اولین کفش ورزشیم رو خریدم و زدم بیرون هفت سالی میگذره هرگز پشیمون نشدم این که تونستم با ورزش دارو خوردن رو بذارم کنار و استرابم رو کنترل کنم دیگه دوچار اون حمله های استرابی نشم و از زندگی لذت ببرم برام مثل یک گنج ارزشمنده.